هرچند وزرای اقتصاد، مالیات، تجارت و صنایع کشور برای ارائه پاسخگویی در مورد بلند رفتن بهای مواد نفتی و خوراکه به مجلس نمایندگان فرا خوانده شده بودند، ولی وزیر اقتصاد و مالیه به دلایل مختلف در این نشست حضور نیافتند که این مسئله واکنش تند اعضای مجلس را برانگیخت و نمایندگان این عمل را نوع بی احترامی در برابر مجلس خواندند. و اگر به این شکل اینا برخورد میکنن، من نمیفهمم که چرا اینا به این شکل یک روز میان یک روز نمیان. اگر دلی نخواست پس اگر به این شکل برخورد میکنه پس این استیضاح اینا را مطرح میکنیم بهتر خواهد بود. مسئولیت اولی متوجه وظیفه‌های ما است و اگر وظیفه‌ها نیامدن به معنای عزیز که اینا جواب ندارن در برابر نمایندههای ملت و از مسئولیت خودشان فرار میکنن و پیشنهاد نیست که در صورت از اینکه اونا امروز حاضر نشوند به معنای عزیز که اینا جواب ندارن. با مواجهه با وزیست تجارت مشکلات ما و تنهایی وزیست تجارت هم نخواهد شد و جوابات که نو وزیست تجارت را خواهد کرد قناعت بخش نه با ما خواهد بود و نه با مردم افغانستان. جناب وزیست تقاضای ما این هست که وقتی که وزیست مالیه و وزیست اقتصاد تشریف نآوردن زمینه ما امیدوار هستم و با خطاب نمایندگان ملت بگم که زمینه استیضاح وزیست مالیه و وزیست اقتصاد وقتی که به خانه ملت احترام نگذاشته فراهم شود. در همین حال شمار دیگر نمایندگان حکومت را به بی‌پروایی در افزایش بهای مواد نفتی متهم می‌کنند، اما وزارت تجارت و صنایع از روی دست گرفتن برنامه‌های جدید برای حل این معضل خبر می‌دهد. شما در مسائل گاز باید ذخایر استراتژیک داشته باشید که ندارید. باید این را حتما شما در نظر بگیرید. مسئله دوم، از احتکار بازار باید شما جلوگیری بکنید. در حالی که شما ناتوانیتان اعلام می‌کنید. اما با کمال تأسف به اساس قرائت‌های شخصی اون پالیسی که در روند اقتصادی افغانستان کمک میکنه نیست. بخش اعظم پول افغانستان حتی توسط ادارات معین مشخص افغانستان و کردار پاکستانی قرارداد میشه و قراردادی ها داره میشه. این تأثیر مستقیم سر پایین آمدن نرخ افغانی داره و بلند رفتن پیام ارزش افغانی زیر سوال میره. بدفروشی عمدتا بدفروشی هم به سطح خرده فروش است و قیمت فروشی هم به سطح خرده فروش است. قیمتی که غاز برای خرده فروش تمام میشه وقتی به حیرتان میره به حساب ما 800 دلار برشان تمام میشه یک تن و حساب اونا 8500 دلار تمام میشه. چند روز قبل اونا 11500 دلار. از سوی هم وزارت تجارت نظام بازار آزاد در کشور را ناکام خوانده گفت این وزارت از چند ماه بدین سو تلاش های جدی را برای کاهش بهای مواد نفتی در کشور آغاز کرده است. در این کشور بر اساس اینکه اقتصاد بازار آزاد باید حکومت پیش مداخله کند. پیشنهاد بر اساس پیشنهاد ما به حکومت که بعضی اقلام هستند که ما او را نمیبریم کاملا به بازار آزاد بگذاریم. از جمله مواد نفتی از این جمعه مواد فراتیز که باید پایده تحقیق کنیم و در نتیجه او برای ما حکومت 4 ماه پیش اجازه ای را داد که ما در بازار مداخله کرده بیدیم. مسئولین وزارت تجارت عدم بودجه کافی در این وزارت را از مشکلات بزرگ این اداره عنوان کرده میگویند. برخی کشورهای همسایه نیز صادقانه عمل نمیکنند. با این وجود اعضای مجلس تصمیم گرفتند تا وزرای مالیه، اقتصاد و تجارت را به روز سه‌شنبه به مجلس نمایندگان فرا خوانند.